یه بار دیگه کوچ، یه بار دیگه اسباب کشی و یه بار دیگه امید بستن به یه خونه جدید. یه بار دیگه مهاجرت دست جمعی به پرسپولیس. با منحل شدن باشگاه شاهین در سال 46، گلچینی از بهترین بازیکن‌های تیم ملی به امید روزهای بهتر گلوارشون رو روی سکوهای پرسپولیس باز کردن. تا علی عبده معماری باشه که شکوه رو به مخروبه‌های پرسپولیس برمیگردونه و سردست‌های شیر و سپر رو به قلب آسمون میفرسته. با درخشش ستاره‌ها، سرخ‌های جدید پایتخت خیلی زود راه خودشون رو به بالاترین دسته فوتبال ایران باز کردن و با قهرمانی در سال 1347 اولین نماینده ایران تو آسیا لقب گرفتن. حالا دیگه پرسپولیس نه یه بنای سوخته تو تاریخ، بلکه نماد حرفه‌ای‌گری از فوتبال ایران بود. تیمی که تو دهه 50 با حضور آلن راجرز انگلیسی به حدی اسم و رسم برای خودش دست و پا کرد که تیم‌های بزرگی مثل ساو پائولو و چلسی رو هم به تهران کشوند. با کسب 2 قهرمانی و 3 نایب قهرمانی تو 5 دوره اول برگزاری لیگ تخت جمشید، سرخ‌های تهرانی عنوان پر افتخارترین باشگاه کشور رو به خودشون اختصاص دادن. درست همون موقع و تو اوج شادی، نوار قلب پرسپولیسی‌ها به یه خط صاف تبدیل شد. موفقیت‌های سرخپوش‌ها دشمن‌های زیادی براشون ساخته بود. دشمن‌هایی مثل سرهنگ پرویز خسروانی، دشمنی که به بهونه عدم وجود زیرساخت‌های فوتبال حرفه‌ای در ایران در اعتراضی تند به آتابای رئیس وقت فدراسیون فوتبال ایران، عبده رو از باشگاهداری منصرف کرد. مالک پرسپولیس بعد از فروش ورزشگاه باشگاه فعالیت حرفه‌ای پرسپولیس رو هم منحل کرد. بعد از رایزنی‌های زیاد، سرخا از کما خارج شدن و به آغوش هوادارا برگشتن. حالا دیگه پرسپولیس تیمی بود که مردم رو پشت سر خودش میدید و پیروزی‌های متوالیش تو دربی انگار انتقامی بود که تک تک سربازهای ارتش سرخ از خسروانی و استقلالی‌ها می‌گرفتن. انتقامی که با برد معروف 6-0 به اوج خودش رسید. بردی که حتی سوزوندن فیلم بازیش هم باعث دفنش توی تاریخ نشد و نسل به نسل، سینه به سینه و دهن به دهن ادامه پیدا کرد تا هیچ کس توانایی تحریف تاریخ رو نداشته باشه. موفقیت‌های پرسپولیس دهه 70 از مرزهای ایران هم بیرون رفت، جایی که سرخ‌های تهرانی با هدایت علی پروین فاتح جام برندگان آسیا شد و تخت پادشاهی رو به سلطان هدیه داد. پروین که با پرسپولیس روزهای درخشانی در دوره بازیگری طی کرده بود، به عنوان یک مربی موفقیت‌هاش رو روی نیمکت هم تکرار کرد و دهه 70 رو به اسم پرسپولیس سند زد. یعنی اگه بخوای یه رو به اول مثل وحدت بیاد از زیر پا در بگی حالا امین نداره توپ رفته تو گل، جبران کردنش خیلی مکافات داره. ببین همین با همون حرف تو، حرف منه که با دویدن جبران میشه. اگر تو فاصلت با محمد مایدی زیاد بشه چجوری میشه؟ جیریت میزنه رد میشه، ولی محمد مایدی باید بیاد پشت تو، از این طرف زیاد بیاد پشت این. اگه قرار شه الان بگی آقای درخشان بگه یار هم محمد مایدی رد زد تو گل ابی نداره، ما از این حرفا نزنیم. توپ بره تو گل عین 20 نفری که تو گل خوردی، مولانا ناصر محمد خالی بزنه همون سرخا مثل کمباین افتخارات جام ها رو پشت سر هم درو میکردن و حتی سال 78 هم تونستن اولین تیمی باشن که از عنوان قهرمانیشون دفاع میکنن. اما این پایان دراماتیک شروعی بود برای دوران پرفراز و نشیب پرسپولیس. قرمزهای پایتخت که روزهای خوبی رو پس از اولین قهرمانی در لیگ برتر پشت سر نمیذاشتن، 6 سال در حسرت رسیدن به جام قهرمانی موندن تا اینکه با یک مربی خاص و باز هم با یک اتفاق دراماتیک به قله فوتبال ایران برگشتن. این شلاخ این بخت تیم پرسپولیس باشه. اوج حساسیت فرزاد آشوبی، زبش مدافع برخورد میکنه. حالا خلیلی مقدر بازیکن پرسپولیس در دهانه دروازه و توپ توی دروازه قرار میگیره. چه زمانی گل میزنه تیم پرسپولیس. چه فوتبالی شده این بازی. دقیقه 96 قهرمان لیگ عوض میشه. پرسپولیس از نظر مدیریتی هم روزهای عجیبی رو به خودش میدید. ضعف در ساختار مدیریتی و ناکارآمدی و نداشتن تخصص کافی اعضای هیئت مدیره باعث شد این تیم همواره با حاشیه مواجه بشه
و این حواشی به تیم سرایت کنه. ماحصل این مشکلات بدهی‌های چند ده میلیاردی بود که پرونده قطوری هم تو فیفا علیه پرسپولیس باز کرد. سرخا که سالها چوب سوء مدیریت رو خورده بودن، بالاخره با یک انتخاب خوب در سال 94 رنسانس جدیدی را رقم زدن. در روزهایی که پرسپولیسی‌ها دستاشون از ترس سقوط به لرزه افتاده بود، برانکو ایوانکوویچ مثل یک ناخدای کار کشته سکان هدایت کشی به گل نشسته سرخ رو به دست گرفت و امپراتور دریا شد. امپراتوری که نه از موج‌ها می‌ترسید و نه از دوست‌های دریایی. پرسپولیس با برانکو یه تیم عادی نبود، تیمی که آسمونی شدن کاپیتانش هم نتونست اون رو از ادامه مسیر منصرف کنه. ناخدا خشت به خشت بنا رو با اصول حرفه‌ای روی هم قرار داد و اگه یه ذره خوش شانس بود، شاید حالا برای پنجمین قهرمانی پی در پیش می‌جنگید. پرسپولیس تو لیگ 15ام با تفاضل گل جام قهرمانی رو به استقلال خوزستان داد، اما همین ماجرا درس عبرتی شد برای تیم برانکو که دیگه فرصت سوزی نکنه. اینجوری بود که سرخ‌ها سه فصل پشت سر هم با پنجره‌های بسته قهرمان لیگ شدن و به فینال آسیا هم رسیدن، تا همه ی هواداران پرسپولیس اسمش رو با جون و دل روی سکوها فریاد بزنن. شعارها مشخص بود، هرچی برانکو بگه. برانکویی که حالا کیلومترها از تهران فاصله گرفته، ولی پرسپولیس همچنان در لیگ ایران میتازه